بهاری وقتی گرد آمیا شادی چون بیاری از آمیا شادی چون بیاری مهربونیت قشنگه هم زبونیت قشنگ وقتی با من غر میکنی پشیمونی قشنگه وقتی با من غر میکنی انشاءالله خط سوران باقی باشد با اجازه جن بفرم آه برای این یه سیر نیم شیر نیره بسید تو چی بودن بابا جان بادی من آقا بادی من جفر آقا بفرم جفر جان بفرم قربان شما شما دردن شیر انشاءالله عروسی خودی خدا دمیدت بشو انشاءالله مهره خانم خدا کنه همیشه از این خبرها باشه آره آدم خصه هاشو فراموش میکنه آی گو ببینم رضا چرا دختر مردم ها داری با چشات میخوری؟ ننه بد مصرف لونده نه دل واسم گذاشته نه ایمو با میخوای واسم دارم خواستگاری؟ از خدامه ننه ولی ولی چی؟ بذار درسش تموم بشه دومادت میکنه چی میگی ننه؟ مهری دختر دیپلماست چی میاد زنه من بی سواد بشه؟ خیلی هم دلش بخواد عوضش بابای تو هم من تا خونه درندشته آره بیا جنه بیا نوشی جن میل با بیل بفرما اینجا چه خبره؟ چرا بی خودی داده فریاد میکنی مرد؟ بچه با شلاخانو ختنه کردن همسایه ها جشن آره من جشن گرفتن یالا گروه دونه بارم کنه یالا یه روز خبر مرگ بود تو خونه نامه بود چه جشن آره رو بیزی بنده بابا صف کن انقدر داده بیداد راه ننداز چرا تارمارشون کردی؟ میخوای چیکار کنم؟ بذارم رو سرم حلوا حلواشون کنم؟ پس فردا که پول برق میاد کی جوابشو میده؟ تو؟ بس لا اله الا الله باز شروع کرد. عیبی نداره. چیزی عیبی نداره. تمامش تقصیر تو و این بودم که صفخانه مرا جد آباد تا مسخره کردی. حالا زود باش برو بیرون. چرا ناراحتی میکنی؟ دو تومنش رو بگیر بیا. مرگ تو پول پول ندارم. شب جمعه میذارم سر کوچه بیا بردار. من دشو تو رو برام خانه تو. گدا. تو پول رو بیار. با این حالت اینقدر داد و بیداد کن تا یه کاری دست به خودت بدی مگه به خرجش میره همین جور مثل سگ یه تره بمیرم بابا خوندمه اختیارشو دارم هر کاری هم دلم خواست میکنم اینقدر داد و بیداد کن تا رودهات بریزه بیرون آخه مرد یه خورده انصاف داشته باش خدا رو خوش نمیاد اینجوری با مردم تا کنی آخه تا کی اصلا به تو چه مربوطی خونمه اختیارشو دارم عدد سنگریش پول به باش ریختم خونه دل خوردم تا رو براش کردم ظلم پایدار نیست شمر با اون همه دبدبه و کپکبش آخرش تو دیگه مختار جوشید و کباب شد بترس از آه مظلوم به خدا چنون دامنگیرمون بشه که نفهمیم از کجا خوردی ای به روح پدر من ننه ای به گور جد آباد من ننه ای به گور پدر شمر ای به گور پدر یزید کشتی منو به این گمشم ای خدا آورده من دست اینا ای وای قلبم خدا گود ای آی شونم چی شده آبجی؟ سلام آقا رضا سلام حسن آقا حالش خوب نیست قرار بود امروز بارای هاش سفرعلی رو ببره اصفهان گفت به شما بگم که به جاش برید آخه اگه کسی دیگه جای اون بره پولش رو به اون میدن
باشه آبجی، خیال تخت باشه، همین امروز ترتیبشو میدم. ببخشید احمد آقا، مزاحمتون شدم. خود عمرتون بده آقا. حالا میخواد چیکار کنه؟ هیچی رفیق، فردا که جمعه سو تعطیله، روز شنبرم برام مرخصی رد میکنی میرم و زود برمیگردم. باشه، با امید خدا. امشین چی میخواد آقجونو؟ بریم بیرون. تا قرون آخرش ندیده میذارم اینجا بمونی، میفهمی؟ نمیذارم. جعفر آقا انصاف داشته باش، تو چله زمستون کجا برم؟ کی به من خونه میده؟ هر گورستونی که دلت میخواد برو، من این حرفا سرم نمیشه. تمام و کمال باید کنه خونه تو بدی و الا نمیذارم اینجا برم. این روزا کار یه خورده که ساده، قول میدم دو ماهش یه جا بهت بدم. اصلا کرایه خونه تو نمیخوام، دلم نمیخواد توی این خونه باشه. من این زوره های های الله ای قلبم میخوام از جریان دیشب بابا معذرت بخوام. تو که خودت اونو میشناسی. ای بابا آره، ما به حرفاش عادت کردیم، ولی دلم برا تو میسوزه. واسه این چی؟ چرا؟ خب دیگه تو که وضع بابات خوبه، الانه باید بهترین لباسا رو بپوشی و بهترین ماشینا زیر پات باشه، و از همه مهمتر تو باید الانه دانشگاه باشی. چه والا مهر خانم، از روزی که چشوا کردیم و این روزگار بد مصب رو دیدیم، مثل سگ جون کندیم و دلمون خوش بود که داریم زندگی میکنیم. بابامونم این خیالش نبود، واسه این که مال دنیا کورش کرده، دیگرونم براش پشیزی ارزش ندارن. دومندش مرد باز دستشو بذاره روز دانوی خودشو یا علی بگه. سومندش چاکرت روزا سر کار و شبام درس میخونه، البته واسه خاطر گل روی شما. ایوه من چرا؟ من که تو زندگی تو دخالتی ندارم. اختیار داریم، باز داشته باشیم، آخه بالاخره یه روزی من و شما ما میشیم. از دست بابام ببین من کجاها باید تو رو ببینم. راستی من امشب میرم اصفهان، چی میخوای واسات بیارم؟ من سلامتی تو میخوام، هرچی دلت خواست. خب دیگه من رفتم. عشق تو دیوونم کرده، بی آشنونم کرده. اون تخته رو بده من احمد. سلام نرگس خانم. سلام مرد، حال شما خوبه؟ مرد بابا. همونو ریختی تو کوچه. الله اکبر، بزنه به اون کمرت که زمین گیر بشی. مگه شهر قانون نداره؟ میخواستی چی کارش کنم؟ بزنم رو سرم حلوه حلواش بکنم؟ ای خاک همه عالم، تو سرت هیچی ندار. ابن مرجم پیش تو آقا بود بیچاره. مهری خانم دلش کن، تازه قارقارشو خوابوندم. تو دیگه چی میگی زیفه؟ میخواست کرایهشو بده تا نندازمش بیرون. آخه نامسلمون، تو که رو به قبله خدا وامیسی و نماز میخونی، امیدوارم که خدا دوزمان تو بباد بده. خودت که بهتر میدونی این روزا کاروبارش کساده. از کجا میابرد؟ میرفت دوزی میکرد. من کرایه خونم رو میخوام. دوزی میکرد یا کار دیگه؟ به من چه مربوطه؟ اینجوری جواب میدی؟ که پول مردم رو میخوری، واسه تو که آسون پول در بیاری، دهه کمره تو خیلی یا میشنه. من تو بچه مطرم نیستی.
درک مگه این به ما رفت کجا داشته آخورم گرده چیل بورم کردن نیلی بابا جون بسته میمیره خوش بیافته گردن دردانش رو کف دستش بذارم که هر شدی آقت خود شده من نگه آخه این قلب درست حسابی نداره میمیره درک تو رو خدا بخش شر به پا نکن قربان الهی که خونت تو سرت بخوری بسته برو نه با سرمون نزنی میبینی مرد میبینی نه خودی نه غریبه هیچ دیو راضی میگرد نداشتی حالا بلنشو بریم دکتر باز گفت دکتر تو هم که میخوا من بیچاره کنی از کجا بیارم برم دکتر بذار به درد خودم بمیرم خیلی خوب خوبه خوب فکرشو بکن ببین این بدبخت رو چجوری امشب در بده بیانصافیه ظلمه نه خودی نه غریبه هیچی حالید نیست سر زمستونی واسه چی مردمو در بدر کردی؟ تو چش و چار دنبال دختر است به من که مربوطه من پولمو میخوام تو که پولت از پارو بالا میره احتیاجم به این چندرغاز چرا یا نداشت اصلا بگو ببینم تو پسر منی یا وکیل وسیل یا بچه مطرب؟ پسر تو؟ بگو نوچر و نوچه در خونه تو در حق من چی پدری کردی؟ از وقتی که یه الف بچه بودم عوض درس و مدرسه پادویی کردم بی جای سر کلاس بشینم تو کبابیا و تو نونوایا و تو قصابیا جون کندم تو سری خوردم و حرف مفشن افتم تو این خیالتم نبود فقط خوشحال بودی ننه بیچاره و بدبختم ماه به ماه رنگ همومه به خودش نمیبینه یه دونه پیرن تو تنشه که من عهد دقیانوت اگه پولای بیزبونم رو میریختم تو دست و بال تو مف بخوری و ول بگردی پدر خوبی بودم ها؟ خر خودتی ارزونی خودت نمیخواد خرچ من بکنی به خودت برس یه میوه یه لغمه غذای درست حسابی بخور پول واسه کردنه اگه همه دنیا مال تو باشه فلک زده آخرش هم با خودت دو متر کرباس میبری یا تو یه وجب خاک خدا چالت میکنن بدبخت چرا داری نفوس بدبد میزنی؟ اگه خیلی دلت واسه دختره میسوزه برو کمکشون کن دست این نرات هم میگی برد و برو چشتون رو با کردین که من بمیرم و پولای نازنین رو بالا بکشین نه خیالتون راحت باشه من نمیمیرم من نمیمیرم بسته دیگه مرد اون از مردم این از هیچی رو برای خودت باقی نداشتی سینه توی که اینو پس انداختی بچه فراری داشتی حالا باید چشم دنبال دست این اون باشی شام درست حسابی دید جهنم بدارم قلبم کن آجورم غندق غندقه بدونه غند یه دونه غند توش بندان ای خدا مردم همش تکسیر اون دختره یه لقفه رفته بودم دواهاتو بگیرم چرا نخوابیدی؟ داشتم امتحان میکردم ببینم پنجه هم قدرت داره که برم کار یا نه نه بابا جون تو نباید این کارو بکنی دیگه ازت گذشته یه موقعی میتونستی حالا دیگه موقعی راحتیتی من هر طور شده باید برم دوباره کار کنم باید کار کنم تا درستو تموم کنم دلم میخواد برای خودت خانومی بشی دلم میخواد خانومی تو ببینم من نتونستم در حق تو پدری کنم این حرفا رو نزن همه این بدبختی رو که میکشی واسه خاطر منی اگه خودت تنها بودی و منو نداشتی چه غمی برات بود بالاخره هر جوری بودی یه لقمه نونو گیر میآوردی و شکم خودتو سیر میکردی همه این بدبختی رو واسه خاطر من میکشی حالا دیگه من بزرگ شدم میتونم گلیممو از آب بیرون بکشم تو هر کاری میتونستی برام کردی حالا منم که باید تلافی کنم اگه میخوای برام تلافی کنی فقط درستو بخون بابا من هر طوری شده درسمو میخونم هزارون نفر هستن که روزا کار میکنن و شبا هم درس میخونن منم یکی از اونا ببینم نکنه به خاطر دختر آه کماله آره فکر اونه که داره دیوونم میکنه سلامت نوشه جون بابا ولش کن تا هم من یه دختر قطعه این نشد یکی دیگه مهری آیت دیگه ای واسه خاطر مهری حاضرم جونم رو بدم عشق مهری زمانی به دادم رسید که داشتم نفله میشدم وقتی مهرش تو دلم نشست دل تاریکم رو روشن از کارت بیخ پیدا کردی آره راه درس خوندن و مدرسه رفتن و اون جلوی پام کن یادش برم خیلی چیزا یادم دارم
ولی اون بابای لامصبم کار و مارشون کرد. از اون روز سالا دست و بالم دنبال کار و کاسبی نمیشه. خوب بود میرفتی از مدرسه شون میپرسید. رفتم پرسیدم، اگه اون روز بودم نمیزه خود بیفتم. تو که آبروی ما رو بردی بدرک. میخوام 100 سال سیاه سر به اون تلتون نباشه. جلو در همسایه خوبیت نداره چشم. خونم رو گرو میذارم میارم تقدیمت میکنم. من گرو مرو سرم نمیشه. تا قرون آخر پولم رو نگیرم از اینجا جب نمیخورم که نمیخورم. آخه چرا زور میگی؟ هرکی واسه خودش آبرو داره. واسه خاطر کندر قاسبون داره آبروی ما رو تو محل میبری؟ کندر گاز؟ 20,000 تومان از نظر شما چندر قاضه؟ 18,000 تومنش که نزوله. سلام جعفر آقا، چرا داد بیداد؟ اون دیره تو بردم از خونه فرار میکنی تو خونه مردم رو بخوردی. یه پا پاکیشم نمیدارم از جنون مردم رو بخوردی. بیام تو خونه میخوام حوار بگشم. میخوام مردم بخورد. ای خدا اینا مالم رو مردم، جونم رو مردم، زندگی رو مردم. ای خدا بدادم برسید. اینا ما مردم، بابا این همه هرس خوردی، زندگی رو به خودت و ما تلخ کردی، صغیر و کبیر رو اذیت کردی، شب و روز پول رو هم گذاشتی، با نکبت زندگی کردی. واسه یه چی؟ واسه این 2 متر جو. با اینکه پیر بودی و همه چی داشتی ولی ناکام رفتی. خدا بیامرزتت بابا. هیچ میدونی چی منو ورشکست کرد آقا؟ همون آدم های پیزاری که با هم بودن آقا. آخه بی انصاف، یه عمری نوندونید بودم، حالا که سنی ازم گذشته اخی شدم. مفته اسکناس های سبز و سرخ هم آقا. با 1000 این ناینزلنا آقا جلال دکونم رو علم کرد. حالا بیام با چند تا موسم زوار در رفته مثل تو کار کنم آقا. من هنوزم سر پا میتونم ساز بزنم. خب یه چشتو هم بذاره برو سر خیابون، صبح تا شب کل کاسبی آقا. یعنی بعد از یه عمر آبروداری برم گدایی کنم؟ به خدا اگه پای مهری در میون نبود، اگه میمردم اینجا نمیموندم. آره اگه پای اون در میون نبود اینقدر تملق تو رو نمیموند. ای بابا شوخی هم سرت نمیشه. بفرمین دشینی، من هیچ وقت دوستای قدیمی از یادم نمیره. این دو کن اینم تو قابل شماره نداره. بسا بگو یه چایی بیارم، بعد چایی هم میگم یه شربت برات بیارن. اما بذار بهت بگم آقا، یعنی آقا کمال، پیری مغزت هم خالی کرده. آخه آدم ناحسابی، یه سرمایه به این بزرگی تو خونت قایم کردی، اون وقت ماست از این و از اون کار میخوای. اگه از نوکرت نشناوی مهری رو ورشدار بیار تو دسته ما، یعنی دسته خودت غیر بده آقا، یعنی برقصه. چی برقصه؟ دختر من برقصه؟ آره مگه چی بشه آقا؟ یه عمر خودم مثل کرم تو این لجنزال لولیدم و به این روز افتادم، حالا دخترمو بیارم بدبخت شدم؟ ده وقتی میگم تو خنگی خنگی دیگه آقا. اگه زبون املاد با این حال احوالت بیافته بمیره، کی میاد واسه تو درش بسوز و دست و بارت بگیره؟ دلت میخواد تو خیابونا ویلون بشی آقا؟ ندونم چه خیال کرده. اگه از بعضی چیزام ناراحتی، ما چارچشمی مواظب باشیم آقا. با خودت بیاره، با خودت هم ببره. مهری درس خونه، برای خودش خانونی میشه. اگه مونده گدایی کنم نمیذارم پاچین جور جا باز بشه. کارت هم تو سرت بخوره. آخرش پشیمون بشی آقا. الو بله الو سلام آقا. آشم آقا، اتفاقا این روزا یه چیز ترگل و ورگل تو دست و بالمه آقا. خیلی خوب باید
باری کلا نصب این نمالی بوده دست من نرست نگرش یه باش بابا جان چرا یه هم ترمز میکنی؟ واه واه دیگه از دستت کلافه شدم مرد جلسه اول که آدمو نمیرن توی کوچه تنگ وانجا اینجا یه طرف از جونه و ای بابا دهنت مردیشون حرف زدن اینه بابا ره یه لنوشن کن گز بده برا بنده مردی واه واه چه خبره که به قیافت نمیاد خشن باشی بلا بلت اون جیگره جوان مرده یلی بریم حواس منو پر کن یلی میدم توی بچلده یلی پشر بودی بینم بارکارت بارکارت خوشه داری میایی ای یارو چی میگه چرا دستشو حواله میگه نیا چلو نیا چلو راست میگه دیگه شخ بشه مردی سمایی دیگه نمیره کچه یه طرف مردی کن پدره تو مگه نمیره من شگر دارم روح پدرت راست میگه دیگه خب برو عقب بذار من رفت شم شیطونه میگه با سرعت بزنم زیرش تو دره دهنت بابان فرمانه با چست نمیخوای زیرش بکنی بازن کنم بی پدره ماده من برم کنار بله. ما برو دهنت در بدار آه در تو در میارم شیطونه میگه برم از سیبیلاش گازی بگیرم اله 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 ریپا سر من اگه بخوام برم پایین دوا کچه که من قتل حالم بگویم میخوای نگه کنم من چسر من قدرشی میگیستو من با یک چک قدرشی بله من پس پایدر تو چسته آباد و همه گسته و همه گسته دم شد تو کلیت به چی هستی؟ روده هایی منو میریزی تو اصلا آدم تو پوله اینجا تو نیستی نامر بده باشتا با پوله اینجا دلم دلم دردی دردیدم دلم من اگه دانه که در نیست لخشین لخشین دعوا کنی اینجوری بهتره چرا دعوا میکنی؟ بلشان کن بده هم دیگر بازنم پدر هم دیگر در بیارن تو نگفتی کجا هستی چی مادم رضا رو ببینم رضا آره آره بابا بدبخت خیلی دنبال شما گشتم چرا زیر رو که تو رو پیدا کنه الان وضعش با سابق فرق میکنه سوپرمارکت باز کرده کلاس باز کرده اصلا با سابق زمین ها ببینم بابا یه باش دار یه آقای قروب زمین چی کارش میکرده یا نبینم را باقا میخوایم برم خیلی خوب برو گیم شو برو دنبال کار بزن با چه که هاین آیا بابا بفرما دنبال کار زندگی چم بریم بابا چند بی کار برو بلیرنم یلا برو بین بگن تو هم سوار شو پس رضام پولدار شد. آقا رضا کجا؟ همه از جا بلندشان بیفته حالا رضا کف اول از همه بذاریم بگم ما همون رضای سابقیم و ننمون هم همون ننه سکینه مرخوی ما رو عوض کنه اینا همه شیفه دنیاییه خدا بیامرز بابامو یه عمر خون دل خورد آخرشم دست خالی از دنیا رفت تو زندگی آدم باز آدمیت داشته باشه خدا رحمت کنه بابامو هیچ چیزی واسه ما گذاشت و رفت ما دل به مال دنیا نبستیم و هیچ چیمونم عوض نشده و اما اصل مطلب تو یه جای خوش آب و هوا واسه همه تون خونه ساختم یه قرونم کره یه خونه نمیخوام هر پولی هم که بابت اجاره خونه میدین در حقیقت قیمت اصل ساختمونه تا چشم هم بزنین صاحب خونه شدین خلاصه از تمام دارایی بابامون یه سوپرمارکت برام مونده و این خونه که میبینین در خونه من همیشه به روی شما ها وازه این خونه اینم شما هر کار دلتون خواست بکنین مالی به چی برده به میدونم رزا نگاه کن اینجاره کی باید نیزفت جارو بکنه آقا بابا جان با جان شما نباشه با مرگ خودم نباشه با جان فکر فامیلا من از روز اول میدانستم در کلی خالی این جوان یه چیزکی هست ببینه بازم بگو کسی از ما تعریف حلاله دیدی برو اونم اونت یا مرگ میدانم چشم اوه چش نگاه کن چه بخور بخوری رفت آو خانه خرابه بی پدر مادر نگاه کن بی بلنشو ببینم گاجمه بلنشو ببینم آخم کام مال تو کادنم مال تو یعنی دی بخوری داریم باباریم داریم یعنی خجالتم نمی کشم راست نگه کلوسته این کارا خوبیت نداره خجالت بکش ما اون سیبیل گوندت زبی سیبیل بیای مال تو اینم مال من پر بذاریم که دوست سرتا عجیبه نه نه
چشم کف پات و چیزی نیستی ها؟ این دخترای 14 ساله تو پل و پل شدی؟ با چه حرفا میزنی؟ مگه غیر از اینه؟ نفهمیدم. ساکیت فقط یه قدر الان حلوه این مجلس هم تقسیم میکنن. بفرما غرزه جان، بفرما. یه دقیقه من باشه آقایم، من میدونم بابام خدا بیامرز خیلی اذیتتون کرده، همیشه جز آه و ناله مردم چیز دیگه نصیبش نمیشد. دلم نمیخواد موقع مرگش به جای فاتحه نفرین به قبرش بباره. برای همین تمام چکسفته ها و قباله‌خونه ها رو که پیش بابام بوده همه رو بهتون بر میگردونم. فقط ازتون یه خواهشی دارم، دلم میخواد شبای پنجشنبه یا هر وقتی که حرفی از اون میزنین یه فاتحه‌ای واسش بخونین که روحش آسوده باشه. تمام دینی هم که پیش مردم داره من برآورده میکنم، فقط دو نفرن که میون ما نیستن. من خیلی به اونا مدیونم. تو دارو دسته ی هاشم بری، این کار به درد تو نمیخوره. نه بابا دیگه بدبختی و در بدری بسه. دلم تو زندگی به یه نفر خوش بود، اونم پول ازم جداشت. رضا پولدار شد، صاحب همه چی شد، حالا دیگه اونم ما رو نمیشناسه. ما هم باید پولدار بشی، تو باید از این بدبختی خلاص بشی پدر. من این کارو میکنم. وقتی حرفشم میزنی تنم میلرزه. این کارا به دردتو نمیخوره. میترسم یه موقع بلایی سرت بیارن و اونجاها به دردتو نمیخوره. من فکرامو کردم بابا، خونه امیدم خونه رضا بود، ولی اونم خراب شد. رضا پولدار شد، مام باید پول. تو پاکی، تو خوبی، بذار همینجور پاک بمونی. دلم نمیخواد روی ناپاک و دست ناپاک بهت بخوره. من این پول رو نمیخوام، نمیخوام. ببین بابا، حالا که مردم همه چیزشون پوله، چرا ما نباشیم؟ خیر بد نکن بابا، آدم نجیب هر جا میتونه نجیب باشه. Thank you.
دلم میخواست اونجا بودی و میدیدم این رقصیدم همه برام کف زدم. چیه؟ ناراحتی؟ چرا که نباشم، تو تمام آرزوهای منو به باد دادی. دلم میخواست به جای لباس رقص لباس دکتری تنت بدیدم. دلم میخواست به جای چشمای ناپاک چشم شوهر دو تن و بدنت میافتاد. بی خودی خودتو ناراحت نکن بابا، من که کار بدی نکردم، فقط رقصیدم. ببین بابا، این تنها راهیه که ما رو پولدار میکنه. آخه ما که رضا نیستیم شب بخوابیم و صبح پولدار شیم. تک خاله برنده ایم دستمون نیست که رو کنیم. من تصمیم گرفتم و باید پولدار بشیم. آخه واسه چی؟ چرا؟ تو خودت بهتر از من میدونی. چقدر تملق مردمو گفتی، چقدر پیش هر کس و ناکس دلار راست شدی و قربون صدقشون رفتی. آخرش هم مثل یه حیوان اساسیمونو ریختم بیرون. میدونی چرا؟ برای اینکه پول نداشتی. آره، اگه پول داشتیم این بلاهای سرمون نمی اومد. اگه پول داشتیم همه بهمون قربان قربان میکردن و مثل پروانه دور و برمون میگشتن. حالا که یه راهی برای پولدار شدنمون هست، چرا که نشیم؟ بابا جون، ببین، تو رو خدا بی خودی خودتو ناراحت نکن. آخه من که بچه نیستم. بیا بیا بریم بابا جون، بیا فکرش هم نکن. باریکلا خوشم اومد، خیلی خوب رقصید. حالا کجا چه دیدی آقا؟ از این بهترها که میرقصد جون شما. اون دیگه نمیرقصه، کاری هم به کارشون نداشته باش. برو برای مهمونا شخان کن. چشم آقا. باش آقا. ببین بابا، تو دختر خوشگلی داری، دلم نمیخواد تو دست و بالا هاشم باشه و برای این و اون برخصی. خدا عمرتون بده. به هاشم میگم یه خونه براتون بگیره، با خیال راحت توش زندگی کن. این پولم داشته باش. به هاشم میگم ترتیب کارا رو بده. فعلا خدا. گفتم فکرای بد نکن، همه جا آدم خوب و بد پیدا میشه. بعد خواست خدا بود بیایم اینجا و با این آقا آشنا بشیم. من میرم لباسامو بپوشم. خدا به خیر کنه. مرد در مرد و مادار لا اله الا الله، این چیه دیگه دم صاحب این قصر و صدار را انداخته؟ جب خنره یه با چه تو مردی که مگه سر بابا تو آوردی؟ چرا دم صاحب اینقدر بوق بوق را انداخته؟ سلام آقا ریزه. چی میخوای صاحبی اول از تو؟ مهده بسی میخوام. چرا داری ور اینه که مرد ننه ماره میخوای چی کار کنه؟ والا اینجوری که ننه جناب علی فرمودن، از این روز تا مدت های مدید بنده و ماشین بنده در اختیار ایشان هستیم که کلیه فون و فوتوفن رانندگی رو بیشان یاد بدم. رانند بله بله ننه یا بله بله آرم پی کار تش که تو بساق دار ننه ماره چه رانند دیگه؟ سر من که رو داد میزنه خانه خراب، با من چی مربوطه؟ بنده الان میرم اینقدر بوخ میزنم تمام ننه جناب علی رو بیارم پایین. اسکر ببینم ننه این یارو چی میگه؟ رانندگی چیه؟ با چه حرفا میزنی مادر؟ تو که انقدر عمال نبودی، مگه چه عیبی داره؟ برو خجالت بکش ننه، رانندگی میخوای چی کار؟ هر جا خواستی بری خودم میبرمت. نه مادر جون، من دلم میخواد همه چی یاد بگیرم. اسب سواری، رانندگی، شنوی قورباغه، شمشیر بازی، بیسیکو، بیسیدو، خلاصه همه چی. مگه چیم از مردم کمتره؟ پولشو که داریم چرا ازش استفاده نکنیم؟ ها؟ بای بای مامی. ببین ننه، به من نگو ننه، بگو مامی. مام؟
خیلی خوش اومدین. این خونه رو آقا جلال براتون اجاره کرده تا با خیال راحت توش زندگی کنین. آقا همیشه از این کارا میکنه. آدم با دین و ایمونیه. خوشتون بیاد آقا؟ بله، از سرمونم زیادی. خدا عمرش بده. سعید خانومم دربست فرستاده پیش شما که تنها نباشید. خب با اجازهتون من باز دیگه برم. خیلی ببخشید بیگه ببینم. خواهش ببخشید. خب گوشاتو وا کن، آقا جلال سفارش کرده که مواظبش باشی. هر جام خواست بره باش میری. قربان موضوع خسارتشو خودم میدم. شما نمیدنید و خدا، من تو زندگی من تنهای تنهام، هیچ کسی ندارم، بد دردیه تنها. و خدا اینقدر تنهایی بد دردیه، اینقدر بد دردیه خانم. میفهمم تنهایی بد درد. قربان تو برم که میفهمی، خوشندش به خدا. آخ درد بی درمونیه. لعی بمیرم برای خودم. نفر خاطر خواهیم وسط جدول پیاده رو الان پولیس منه میگیره، پدر منه در میاره. خانم جان، خانم پولیس میگیره، ابرو ایسیت من رفته. خدا حالا مدر خود شب این بسته نیدم کنو اولاده بیزم شده. فرمان دست تو، ترمز افزر دست تو. خانم بچه بچه بیا بیرون پولیس میگیره. خودم بوش حالا دیدی صورت را تیزی بی پدر ماشین صاحب من بگرد دارم. حالا من جباب من دو من جی بدم خدا تو رو زلیل نکنه. جوابم این صاحب مرده رو چی بدم من؟ آقا چرا درست نگیری؟ من دارم همچون دیگه خانم پاشه رو بزنیم. منم یه روز اووردن و صحابه یه همچین خونه کردم، ولی در عوض جوانی معظم گرفتم شکردم. ولی وزن با تو فرق داشت. من بی سواد بودم، چیزی سرم نمیشد، بی پدر و مادر بودم. ولی تو سایه پدر هنوز رو سرته. تو درس خونی و سواد داری، برو پیش عشقی، همون که دوستش داری و میگفتی. دیگه دیر شده، هیچ وقت برای هیچ کاری دیر نیست. نه هنوزم دیر نشده. تا وقتی آب و رنگی به تنت سرمت میکنن و به چشمشون میکشن، پول به پات میریزن. راستشو بخوای جوانی تو ازت میخرن. وقتی هم که انگوروت برگشت قاب دستمالی میشه که جا تو زباله دنیا هم نیست. بعضی وقتا میشه که آدم بیچارگی خودشو با چشاش میبینه. هیچ قدرتی هم نمیتونه بعض آدمو تغییر بده. منم یکی از اوناشم. یه روز یه جرقه کوچیک تو همه تاریکی های زندگیم درخشید. اونم واسم یه دلخوش کنک بود. اینا همش بهانه است. دلم میخواد فردا صبح یه مهری دیگه ای بشی. حالا بگی بخواب. خیلی حرف زدم. بخواب. سلام. سلام دختر کجاست؟ تو اتاق خوابشه. باباش کجاست؟ خوابه. برو بگیر بخواب. برم بخوابم. مگه تو نمیای پیشم؟ خودتو لوس نکن. برو بگیر بخواب. کاری داشتی؟ نه، خواستم ببینم راحتی. آره، آره، خیلی ممنون. انا باشه، ازت خوشم بود. دیگه کم پیش میاد که جلال از کسی خوشش بود. خیلی خوب، حالا چی کارم داری؟ آقا جان نرزاز، باز کاری ندارم. خیلی خوب، بگیم ببینم چی کارم داری؟ ازت خوشم اومده، پاکو ببینم. خوش میکنم. خدا
دوست نداشتم و ازت خوشم نمی اومد، جون کندنت هم برام راه نبود. بگیر بخواب. من فردا میرم آبادان و زود بر میگردم. فقط اینو تو گوشت داشته باش، من تو رو میخوام و باید همیشه پیشم باش. خیلی خوب باشه. وقتی برگشتم با هم میریم آبادان. اگه یه موقع فکری هم به سرت بزنه، حساب خودت و بابات پاکه. حرفی هم که میزنم همونه. اگه دنیام زیر رو بشه، پای حرفم بای میستم. خیلی شانس آوردی که ازت گذشت. خب میگی چی کار کنم؟ برو برو پیش رضا، همونی که دوستش داری. آخه چه جوری پیداش کنم؟ روش با من، پیدا کردن آدمی مثل رضا کار آسونیه. خدا کنه. نباید فراموش کرد برای یه پدر و مادر دیر رنجاورتر و کشنده تر از این نیست که بچه هاشون احساس کنن پدر و مادر بی سوادی دارن. نمونه پیشرفت و فکر انسان ها همین کلاسیست که مدت هاست شما زیر سقف اون دنیای خودتونو فراموش کردین. البته همونطور که میدونین در تأسیس این آموزشگاه آقا رضا سهم بزرگی داشتن و ملکیت اینجا رو تماما در اختیار ما گذاشتن. دلم میخواد حد اکثر استفاده معنوی رو از این کلاس ببرین. من دیگه حرف ندارم. فکر کنم آقا رضا چیزی برای گفتن دارن. والا هر چی که لازم بود آقای مدیر خودشون فرمودن. دیگه چیزی واسه گفتن نمونده. اما باز عرض کنم عقب موندگی تحصیلی امسال ماها دو تا علت بیشتر نداره. یا بابا ننه‌هامون اهمال کردن یا اینکه خودمون مطب خشخاش گذاشتیم و از زیر درس و مدرسه در رفتیم. غافل از اینکه یه روزی میاد مثل امروز آدم بی سواد و یه دست لباستنش میکنن و مثل مترسک میذارنش تو جالیز. همه ی ماها که اینجا هستیم یه روز تو یه حیات دور هم زندگی میکردیم، حالش هم زیر یه سقف داریم جلو میریم. سوپرش اینجا. خب الان دیگه پیداش میشه. وقتی دیدیش همه چیزو از سیر تا پیاز بهش میترسم. پاهام داره میلرزه. الان میاد گرمت میکنه. نترس، من باید برم مواظب اونا باشم. آخه نفهمن. همینجا منتظرش باش. خدافظ. خوب کاری کردی، دلم برات یه ریزه شده. منم همینطور. چرا جلوی مردم داری گرگه میکنی؟ بعد بریم ببینم چی شده. قاطی بکنی دونی دختره رو بردی با خودت بیرون انداختی تنگ یه مرد دیگه. که چه؟ که جلال آقا خون بپا کنه ها؟ بلش کن هاشم، گناه داره. تو چرا حالید نیست؟ آخه تا چرا در این حرفا میزنی آقا؟ من که تقصیری ندارم، خودش گفت منو ببره، منم بردمش. اگه آقا جلال بو ببره اول تو رو میکشه بعد اون دختره رو. سلام. سلام بابا. ای چی؟ چی شده بابا؟ چتونه؟ ها؟ چی شده سعیده؟ چه میخواستی بشه؟ مگه میخوایی ما رو بیچاره کنی؟
چی کار میکنی ننه؟ داری دماغتو وجب میزنی. داشتم نگاهش میکردم. مثل که یه چمک بزرگه نه؟ بزرگه؟ خب بزرگ با شما که چه عیبه شه؟ دماغ منم بزرگه با تو رفته. تو مردی عیبی نداره. از دکتر وقت گرفتم دارم دماغمو عمل کنم. چی؟ آها. نفهمیدم دماغتو عمل کنی. عمل خلاف شهر که انجام بابا نمیده. دست خوشتن خجالت بکش با این سن و سالت. اینقدر صدا تو کلوف نکن، حوصله‌شو ندارم. اصلا هیچ معلومه چه چه خانم بزرگ پس 10,000 تومانه برای دماغت میخواستی؟ صد دفعه بهت گفتم به من نگو خانم بزرگ. اصلا به تو چه مربوطه که چمه؟ من که پول علف خرسه. خیر، پول ارسی. خیلی خوب، درسته که پول ارثه، ولی نمیشه که الکی نفلش کرد. گفتی آپارتمان بخر، گفتیم باشه. کنیز و نوکر رو دم و دستگاه برات جور کردیم. دم به ساعت یه دست لباس، بعدش هم رانندگی یاد گرفتی و کلی خسارت دادیم. همه اینا هج. یا ماشین آخر سیستم هم وسط خریدیم، گفتیم به درک ننه ما پیره. پیر جد و آباده ته. ببخشین 14 سال دختر. دیروزم مدرسه نبودی، بهونه سلمونی داشتی. همه این چیزا رو خبر دارم. دارم بهت میگم ننه، اگه پولمو ریز ریز کنم و تو جوب بریزم، برای دماغت پول نمیدم که نمیدم. خیلی خوب، نمیخواد اینقدر دور بردی. اگه ننم نبودی همینجا حسابتو میرسم، خجالت نمیکشه. حالا تو این منو مسخره میکنی؟ یه عمر با بابات زندگی کردم، جوونیمو به پاش ریختم، خیلی هم ندیدم. حالا میخوام تلافی کنم، فهمیدی؟ میخوام تلافی کنم. از حرص دلتم که شده میرم این کارو میکنم. اگه جرأت داری برو این کارو بکن، ببین چه آبرو. آره بابا خوش اومدی، من که آبرو ندارم که تو ببری. اسمال آقا تو اینجا چیکار میکنی؟ عملی هستی؟ از ننه آقا رضا بپرس. از وقتی زنم فهمیده ننه آقا رضا میخواد دماغشو عمل کنه، پاهاشو توی کپس کرده، میگه دماغتو عمل کن. راست میگید، این دماغ نیستو داری خورتون ویل خانه خراب. ببینم خانه زندگی رو فروختی آمدی عمل بکنی یا نه؟ عجب؟ اونش به درک، این دماغ قلمی نیست که بدم دم تیغ قصدی. بکش کنم اون دیواره ببینم این دماغ یا شما. ببینم تو هم عمل داری؟ بله نه مرد، شما پرسل عمل کردم جان شما. ببخشید حضرت آقا، شما از دماغتون راضی هستین یا نه؟ بله چجورم راضی، امروز برو درشتر میشد، الان خیلی راضی هم. بله آخه آمد نمیدانی چقدر خوشحالم به سلامتی دماغ بریدیم. دلم میخواست میامدم اون یکی که دماغ اضافی رو میگرفتم، من یادگاری نگه میداشتم. قابل شما نداره بابا. شکرم، خوشحالم که به دیدنم اومدی. من حاضرم شب و روز در خدمت جناب علی باشم، ولی از ترس آقا رضا جرات نمیکنم نگه چه بکنم. جریان به رضا میگه همین. بگو این روز بگو، من دلم از خوشی داره هلاک میشه. باشه همین الان میرم. حالا بریم نکنه دماغتو سرما بخوره دوباره برم بکنه. بریم قربانتو برم. این روزا نمیدنی دماغ بزرگ خودش نمیده دادم به دیوار بیسته. هبه خیلی خوبه، جمعشو بزنین بدین حساب داری، بگین سند بزنم. خوشحالم که بالاخره پیداش کردی رز جان. آره مثل این که دنیا رو بهم داده بودن و ازشونم خوب شده. چه میاری خونه؟ فردا قراره بهم تلفن کنه. بی خود کردی عمل کردی، مگه من نگفتم این کارو نکن؟ کاش که تو بسنام. بابا دهن گنده تو وا نکن، آبرو ریزی اندازه داره. دیگه از تو گذشته، میخوای مردم رسوامو کنن؟ برو بابا تو هم حوصله داری. مردم به ریشمون میخندن. به ریش خودشون بخندن، همه این کارو میکنن. همه خیلی کارا میکنن، تو هم باز بکنی.
پس بگو کلامونو بذاریم بالاتر. من خودم بلدم چی کار کنم. دست ننم درد نکنه، حتما پس فردام حواسی یه شوهر میکنه. چرا که نکنم، جونم جوونم عمریم که ازم نگذشته. اصلا از کجا معلومه زیر سر نداشته باشه؟ نه منم گفتم یه نفر رو زیر سر دارم، ولی تو که نمیذاری آدم بهت حرف بزنه. نه نه دهن تو آب نکش، برو بگی زیر شیر کرش بده، دیگه داری حوصله رو سر میبری. تو رو خدا دست از این مسخره بازیات بردار، میخوای سر پیری شوهر ننه برام بیا. سر دفعه بهت گفتم از بابات که خیلی ندیدم، کار خلاف شرعم که نمیخوام انجام بدم. شوهرم رو زیر سر گذاشتم، تو کلاسمون هم هست قشنگه. هم کلاسیشه. آقا رسا مبارک باشه. برو بابا تو هم چشم. فواید زمستان، در زمستان هوا سرد است، درختان سرسبز تابستان همه در زمستان خواب می روند، طبیعت بیجان در زمستان مانند عروس باجان لباس سفید می پوشد، گرگهای درنده با دندانهای تیز خود می روند توی تبیله گوسفندان مردم. کنشای عدمی نوشته می روند گوسفندان ما همه می خورند و مردم را بیچاره میکنن. اون وقت چه مروان دبرم دیدی؟ تو بوفن؟ دیدی ماشالله چایش قشنگی نمیده. بری پلکم این که دوام میکنم. یا عمر دوام بازشم. دیدی این کوکا بخواه. آخ عجب شبی بود، عجب شبی بود، عجب شبی بود. نه چه تا لنده هور با ننه یه مام بره، تو خجالت نمیکشی؟ میخوای ننه یه ماره بگیری؟ خب مگه چی میشه؟ اینجوره میشه؟ من ننه شما رو بگیرم، من غلط کردم یه همچی جورتی داشته باشم. من تو تو کلاس دیدمش، خوشو بهش میکردی. اشتباه گرفتی آقا رضا، به خدا من نیستم، آقا باشالله میخواد ننه تا بگیره، اون زیر پاش نشسته. آن قربانتون برم، هوا خیلی سرده میگم، بریم دم اونجا یک دانه نوشابه سرد بخوریم، جیگرم از گرما حل بیاد. جانم اون داشت از اون واسم تعریف میکرد. آی نا آخش سلام به خدا. سلام و زهر مار. نکنه شوهر ننه بعد از این ما این شازده پسره؟ البته با اجازه اولاد آینده من. پس شما خواستگار ننه مایی ها؟ مبارک آقا ما شازده. متشکرم پسر آینده بنده جان. چیه جان؟ پس بعد از این ما باید به شما بگیم پدر، ولی اولاد ناخلفیه. بله فرزند دل بنده بنده. چرا اصول دین میپرسی؟ بگو مبارک و تمومش کن. با رو تو برم ننه. باشه ننه باشه. خب جان مبارک. قربان تو چش روشنیم بیار برای ما. مبارک. قربان تو برم بزر من. تسلیم. ای امان بچه مدرسه مردم و گوش. ای امان ای خدا خدا چرا چرا تو هم نداری بنا بزنی؟ شاگرد سرنگی را بوده در کتک میزنی امسان رو فوزش بکنن. نزاریم نزاریم بنا من این شب و خدا پیش گرفتم این در محبوب. ای امان ای خدا خدا آدم میمیره. ای خدا شب آختم مثل گربه کوره حق نون نمک ما رو نشناخته و افتاده دنبال ننه پیر ما، قاپش دزدیده توف برود بیاد نامه. جناب سروان دروغ میگه، به خدا دروغ میگه، به مرگ مادر من دروغ میگه. این مرد حل این مشکل رو میذاریم به عهده خود خانم. شاید خود خانم راضی بودن. چی رو راضی بودن؟ بابا دست خوش جناب سروان، شما با اونین؟ چرا این حرفو میزنین؟ چرا تخم لخت تو دهنش میشکنین؟ وارزا جو این حرفا چیه میزنی؟ جناب سروان بهتر میدونن یا تو؟ برو حیا کن زن، خجالتم خوب چیزیه. ببینید آقا، من نمیخوام در زندگی شما دخالی، اینطور که معلومه این دو نفر همدیگر رو میخوان. بی خود کردن که میخوان. ببخشید تشریف بیارید. بالاخره هر زنی شوهر میخواد و هر مردی هم زن. اینو میدونم جناب سروان، مگه اینا دختر 14 سالن؟ آخه تروشون آدم نگاه میکنه خجالت میکشه. نه سلامتی اون ننه ای منه، فردا تو محل چه جوری سرمو بلند کنم؟ ولی نظر من اینه که موافقت کنین تا این کار خیر انجام بشه، اینطور که معلومه اینا باید با هم دیگه زندگی کنن. جان افتاده اخی. ما رو که رو بردن اینا جناب سر. خب بهتون تبریک میگم. خدا بیشون.
ولی آخه این طوری که نمیشه، همین جوری دیمی؟ کسی کاری ننه بابایی، این که کسو کار نداره. چرا اولجان؟ دارم، هم پدر دارم، هم مادر دارم، از خانواده بزرگیم هستن، همشان صاحبی اسم و رسم. فقط منتظرن اولجان من جواب بدیم. دینتونو شد جلال آقا همین امروز و فردا سر کلش پیدا میشه. خب پیداش بشه، باشو میخواد. انقدر زبون درازی نکن، به احترام بابات چیزی با آقا جلال نمیگم. آقا تو هم یک کمی نصیحتش کن پیری، فقط اومدم بگم که حواستون جمع باشه. از آقابتش میترسم بیری. من میترسم بلای سر تو رضا بیاد. منم از همینش میترسم. عیبی نداره، بالاخره یه طوری میشه، خدا بزرگه. شما برین تو اتاقتون. بریم بابا. با این حرفای بی خودی خودتون نترسون، همش داد و بیداده. مگه قرارتون امروز نیست؟ چرا؟ ولی خیلی میترسم. بی خودی میترسی؟ از من میشنفی برو، دیگم بر نگر. تو بخواد جلال بیاد، زن شدی و همه چی تمام میشه. سن نخور رضا جون، چه زندگی قشنگه، 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 قشنگه. نه نه از خر شیطون بیا پایین، من باید برم، دیرم میشه، باید برم مهری رو ببینم. با تو خودت گفتی ننه باباشو بیاره، من که نگفت. بابا ما قبول داریم، از زیر بطه به عمل نیومده، حالا ولمون میکنه؟ نه صبر کن بیان بعد برو. وای مثل که خواستگاره اومدم، من رفتم تو اون اتاق، قلبم داره میگیره. نگاه کن سر پیری چه اشوهی میاد، عجب گرفتارش. با دست ننم درد نکن. بله یا الله. سلام علیکم. یا الله. از دم سلام، بریم بشینیم. خانی قشنگیه. قربتیارم. آره خون. خیلی قشنگه. کراوات. سلام. آره بابا بیشین. ماما. من بابا. بابا یا الله یا الله بفرمایید بابا یا الله یا الله یا الله بفرمایید بابا بفرمایید آداب باش یا الله با یا الله سلام علیکم بفرمایید متشکرم شما بفرمایید فامیلای آینده ما رو مامان یا کن سلام میله قربان تو عروس خانم بره اون اشوهی تو منو کشته چی بکنم کشبنه یه قد دیگه بده از تعرفش میکنه مارم مفته نجان نجان این آقا عروس بره؟ نه این پسر عروس خانم و در واقع میشه زن پسر بنده. بله قبل من که مادر بشنم مامان این پسر این رغول دشت که مرمانه دارم ماما جان. خب خیلی خیلی خوش اومدی. خواهش دارم، میخواستم مقدمتا بپرسم آیا عروس خانم وصل پینه دوخت و دوز جارو پارو پخت و پش خواهد کارهایی دیگه که کتبانه ها انجام میدم بلد هستن یا نه؟ مسخره بازی بسته، ببینم توق لعنت آورده اینم. بله آوردم بنده قربان آوردم. اولاد جان اینو بگیر بابا شیفتون نکبده ماما جان قربان بابا فر مقابلی نداره بده شدم بابا میگی ننه بکن شست پا قربان بولدن ما بگیر باشی جون لای قربان عروس خریدی الو توی مهرم حالا چطوره؟ دیروز تا حالا منتظره شدم بله حلقه رو تازه خریدم آره به مرکت نمیذاری بود دلم واسه یه ریزه شده
شده تا چشم رو هم بذاری عمر آدم تموم شده باشه اما زود بیا یا خیلی خوب از خوشحالی زبونش بند اومده نکنه موقع اقبله رو رد نکنه بودم تو مال منی فقط مال من مگه نه کاری نکن که عصبانی بشم اگه عشق تو دلم کینه بشه میکشم عشقان بیا خطا آقا دلم کن چی میخوای از جونم چه بروت گفتم که منو عصبانی نکن حالا که دلت میخواد باشه هر غلطی میخوای بکن حالا دلم میخواست مال خودم باشی حالا که خودت نخواستی کاری میکنم که از ساعت مال یکی باشی بچه ها بیایید باربندی رو جمع کنیم همین امشب میریم اگه پسرم سر کلش پیدا شد کلکشو بکن اینو خودت خواست من میرم باشگاه منتظرتونم بیاین اونجا زود باشید مگه نشناختین آقا چیگا یعنی بهتو میگم چیره این قضه دیر کردم خدایی نکرده باباشم زوغ زده شده باشه و زبونم لال جفتشون سکته کرده باشم بیرون رو ببینیم لالا سلام کنی که سفر دارم دو کنم آره دفعه کردیم خیالتون راحت شد برا بیا اومد این برا اومد التماس کنیم برا این کیه برا باش آقا یارو بسره وایسه ببینم ما رو میکاری سر کوچه بهمون نمیگه اینجا چه خبره به موقع رسیدین آقا رضا میرم اینا کیان اینجا چی کار میکردن همشون آدم های جلال بودن بریم ببینم جلال کیان اینا هلو گوشی قربون گوشی آقا جلال با شما کار دارم اومدم با اجازه سلام آقا پسر اون باید مهری رو برد برد؟ وقتی بابات بیرونمون کرد سرگردون شدی من بابام مریض شد مجبور شدم کار کنم اون وقت سر و کله جلال پیدا شد
یه خونه برامون اجاره کرد. خیال میکردم آدم خوبیه، ولی اشتباه میکردم. سعیده به هم کمک کرد تا پیدات کردم. جلال موضوع رو فهمید، میخواست هممونو به کشتن بده. من از خجالتم به دروغ گفتم. بلند شو دختر، بلند شو، گریه نکن، چشات گلی گلی میشه. جلال سگه کی باشه به تو چپ نگاه کنه؟ آخه اون آدم بدجنسیه، تا زهرشو نریزه آروم نمیشه، برای تو میترسه. بی خیالش دختر، این حرفا رو از کلت بنداز بیرون. این خونه اینم زندگی، همه امرو فردا میبرم و عقدت میکنم که خیالت راحت باشه. ننم و مشلام الان از کلاس برمیگردن، من یه توشبا میرم سوپر و میام. فکر جلال ملالم از کلت بنداز بیرون، خوشم نمیاد. باشه؟ بگو باشه. خداحافظ. باشه. تلفن کن. نمیتونم. مارشو بگیر. نمیتونم. افتاب تلفن کن. نه. آخی جانم این بازو. مارشو جان. تلفن زنگ میزنه. ویلش کن بده بزند وقتی یه مایه. اینو بردار. بیسم شده نمیزند گی برد. تمام یه دل ورزش تم بتم بکنیم زیر زیر این بلند میشد. الو. با کی کار داری گفتی؟ خیلی خوب، از اول بگو میری خانم. دبا میری خانم نگه در دو ساعت بشیریم. خیلی خوب بابا، با میری خانم کار داره. بلدی که چی بگی؟ نه نمیتونم. خفه؟ نمیتونم. چرا میتونی؟ من نمیتونم. حرف بزن. الو توی سیدی مهری، ببین چی میگم. چی شده؟ چرا؟ تو نیم ساعت دیگه بیا بیا نزدیک فلکه دم خونتون، من اونجا منتظرتم. بفرمایید. بله خودتون که میدونید چی کار باید بکنید. بله قربان. هاشم؟ بله آقا. تو هم که به وظیفت آشنایی. بله آقا. من آقا. خیانت جون من، چرا من آوردین اینجا؟ من گفتم شما بریم. باشه. چرا راحتم نمیذاری؟ برای اینکه لیاقتشو نداشتی. راحتت گذاشتم، خودت و بابات رو از گوشه خرابه ها نجات دادم، ولی تا در قفس رو باز دیدی فکر فرار به سرت زد. تقصیری هم نداشتی، چون نمیدونستی با کی طرفی. چرا بدون اجازه من رفتی؟ اون پسر کیه؟ اون منو دوست داره، منم اونو دوست دارم. ما میخواییم با هم عروسی کنیم. خفه شدم با صحبت و خوشرویی نظرتو جلب کنم، ولی تو لایق نبودی. چرا نمیخوای بفهمی؟ من نمیتونم تو رو دوست داشته باشم. ما خیلی وقته که همدیگر رو میخواییم. دوست داشتن و عشقا که نمیشه با زور خرید. من نخواستم به زور با تو رفتار کنم، ولی حالا مجبورم. تصمیم بگیر، یا با من میای یا جون خودت و اون پسره رو از دست میدی. هرچی بگی قبول میکنم. آفرین، حالا شدی یه دختر عاقل. ما امروز از اینجا میریم. سعی کن همه چیزو جز من فراموش کنی، به خاطر خودتو اون پسره که دوستش داری. مهره کجایی؟ آه سلام پسرم. آه چی شده؟ آه هیچ،
چی؟ مهره کجاست؟ او یه نفر خانمی تلفن کرد رفت الان برمیگرده. یاده میداد کی بود تلفن کرد کجا رفت؟ سعیده بود تلفن زد الان برمیگرده پسرم. که چرا گذاشتین بره؟ این پسرتونم مغلقلش خراب آپاک غتی کرده. پشت معذوره نگاه کن جان. یا کجا بردینش؟ میگی کجاست یا نه؟ چی کار میکنی آقا؟ برم آقا بمیدونم آقا بکن آقا برم کن میگم من وقتی مشق حرف میزنی مشق من خسته شدم به خدا با غیر توی مدرسه تو میزن من الان نمیتونم جان خودم نمیش خب نمیش آرد میکنه مالا من تمام شد جان مالا من تمام چی؟ به خدا تمام شد همه رو نمیش نفهمیدم ده تا مشق به این زودی تموم کردی آها جان با چی زنم تو خیال کردی که این دستای من به خودم مثل فرفیر همینجور چپرست می نویسه با مرگ خودم بیا نگاه کنم این چه خوشخط نوشته بذاری تو آفتاب راه می افته ببین باید همه شو پر کنی قشنگ من نمیخوام باید بنویسی من نمیخوام اگه ننویسی از سینما خبری نیست خب من می نویسم دوباره بر من اونجایی که ترزن کیلو کباب می خوره الان می نویسم تو اونده زنگ می زنیم پاشو ببین کیه داره در می زنیم من برم ببینیم آره دیگه خب بیگیدم مشبازی ببینیم چیه چه خبره بابا جان چه خبر هست سلام آقا سلام جان آقا رضا آمده اینجا والا از دیروز تا بال ما شکل ماهش ندیدیم میدونستم مادرشون اینجا هستن بله خودم هستم بفرما نه من باید مادرشونو ببینم مادرشان تو اتاق داره مشرا شب مینویسد حواسشو برد نکنی بگویم بفرما تو بفرما اینم چی میشد یالله ممنون متشکرم نه فهم مثل اینکه خانه خراب سر آورده یا خبر ندارم من پدر آقا رضا هستم اصلا به من احترام نکمر دوشور تو رو ببارن مهری بردن آبادان پسرتونم به خاطر اون رفت آبادان اونو براش نقشه کشیدن نقشه کشیدن؟ غلط کردم برای پسر یکی دانه من نقشه کشیدن چه غلط ها؟ به محصه اینکه برسه اونجا کشتنش ماشالله جان ماشالله چرا بایستادی یه کاری بکن من پدرشان در میارم به اون خداوندی خدا احدی رو زنده نمیذارم خرخری همه رو میجوام نامرد بی هوا میزنی چی شد مهری جان بلشو شد بیدم بیدم پدرم آدم بیلن کن ببینم پدرت در میارم من کار دست خود دادی اونا کی هم؟ کی فرستاده شد؟ من نمیدونم به تو هم هیچ مربوط نیست خیلی خوب بچه ها میشه بیسته با من نمیذاری دلم میخواد امشب بی نصیب از اینجا نری هر کی دلش خواست میتونه تصاحبش کنه فهمیدی؟ سگه کی باشه؟ برم کنید لازم داریم باید بکنیم.
بگیم. چه مرگ تو؟ دوستش خارج لوله هنگ بلند میکنه. حالا میکنه به تو لوله هنگ. جان با ما با مالک داری خوب با مالک هم که نمیاد بر با مون دسته کشتالو دود حالا من زده میگه جنرم که بستم نبرنده اخ مردی با مون دیگه که ازنم برد بچه بزن برد شنگاش حالا Give me a